اگر تمام آنچه را که به عنوان امنیت زندگیت میدونی در مسیر اراده خدا قرار بدی، تو در امنیت هستی. اما اگر از ایران اومدی، عذر میخوام اینو میگم، ایران در ناراستی بودی، ایران هم دروغ میگفتی، ایران گناه میکردی، امنیت هم نداشتی، حالا اومدی اینجا، اینجا میگی مجبورم دروغ بگم، مجبورم عذر میخوام دزدی کنم، گناه بکنم، بازم امنیت نخواهی داشت. اگر زندگیت رو کاملا تو دست اراده خدا ندی، هر کجای جهان که باشید، چه شما چه من، ما در امنیت هرگز نخواهیم بود. در امثال 10:9 میخونیم، اعلام میکنیم کسی که به راستی راه رود در امنیت سالک گردد، و کسی که راه خود را کج میسازد آشکار خواهد.